فصل جدید رو در مورد زبان دوم شروع میکنیم. از یول صفحات 208 تا 216 فرامکن، رادمن و هایمز صفحات 413 تا 422. حالا عنوان این فصل رو اگه نگاه بکنید، Second Language Acquisition or Learning هست. در فصل قبلی ما فقط داشتیم First Language Acquisition، در اونجا Learning نداشتیم و گفتیم فراگیری زبان اول. حالا اینجا میخواییم بگیم یادگیری زبان دوم یا فراگیری زبان دوم، هر دو امکان داره و تفاوتی هست بین یادگیری و فراگیری. به همون خاطره که عنوان فصلمون Second Language Acquisition or Learning هست. خب ما این تفاوت رو حالا نگاه میکنیم ببینیم چه تفاوتی این دو واژه با هم دارن و از نظر مفهومی چقدر با هم فرق دارن. علاوه بر اون، خب عنوان Second Language هست، زبان دوم، و ما یک اصطلاح دیگه داریم، زبان خارجه، Second language or foreign language. حالا بین اینها هم ما فرق قائلیم، Second language زبان دوم با زبان خارجی فرق میکنه، شرایط یادگیریشون فرق میکنه و از این نظر هم باید این تفاوت رو نگاه کنیم. خب اول ببینیم که Second Language با Foreign Language چه تفاوتی داره. زبان دوم کی به کار میبریم؟ زبان خارجی کی به کار میبریم؟ و چه چیزی بین این دو اصطلاح ایجاد تفاوت میکنه؟ اول Degree of Exposure، میزان برخورد با زبان، در معرض زبان قرار گرفتن. اگر زبان دوم هست، ما بیشتر با اون تماس داریم، درجه تماس ما با اون زبان خیلی بیشتر است، ولی در مورد زبان خارجی اینطور نیست. مثلا یه موقعیتی رو در نظر بگیرید، یک نفر داره در یک مملکتی زبان اون مملکت رو یاد میگیره. زبان اول زبان مادریش یه چیز دیگه هست، حالا در یه محیط جدیدی قرار گرفته و اون زبان رو میخواد یاد بگیره. این فرد در این شرایط هر کجایی که بره اون زبان اون محل، زبان مردم رو میشنوه. میره جنس بخره، تاکسی سوار میشه، رادیو رو باز میکنه، تلویزیون رو باز میکنه، روزنامه میخره، هم در خریدنش از زبان استفاده میکنه، هم خود روزنامه به زبان اون محل نوشته شده. یعنی تماس این فرد با زبان خیلی زیاده، هر روز با این زبان در تماس هست. اگر شرایط اینجوری باشه، پس داره زبان دوم یاد میگیره. ولی در یه شرایط دیگری شما نگاه بکنید، فرد زبان مادریشو بلده، یه زبان دیگه هم میخواد یاد بگیره، میره سر کلاس،
سر کلاس داده اون زبان رو به کار میگیرن، میشنوه. از کلاس که میاد بیرون دیگه فرصتی نیست براش که اون زبان رو بشنوه یا به کار بگیره. میزان تماسش با زبان فقط محدود میشه به حضور در کلاس و ارتباط با معلم. خارج از کلاس هیچ گونه تماسی با زبان نداره. این نوع یادگیری زبان دیگر میشه یادگیری زبان خارجی. پس بین زبان دوم و زبان خارجی ما فرق قائلیم. یکی از مواردی که این دو رو از هم متفاوت میکنه میزان تماس فرد با زبان هست، degree of exposure، چقدر ما در معرض اون زبان قرار میگیریم. مورد بعدی که زبان دوم رو زبان دوم میکنه، زبان خارجی نیست، موقعیت رسمی اون زبان هست. زبان دوم زبان رسمی است. مثلا کسی در ایران الان داره زبان رو یاد میگیره، زبان رسمی فارسی هست، داره زبان دوم یاد میگیره، زبانی که یک موقعیت رسمی داره و اداری، اگر کار اداری داری، اگر نامه ای به یه اداره ای میخوای بنویسی باید به اون زبان بنویسی. خب این زبان دوم میشه. ولی زبان خارجی این شرایط رو نخواهد داشت. شما مثلا در ایران میری کلاس انگلیسی یاد میگیری، حالا در یه اداره ای کاری داری، میخوای یک درخواستی بنویسی، تقاضایی داری، میخوای نامه بنویسی، دیگه به انگلیسی نمیتونی بنویسی، برای اینکه انگلیسی این موقعیت رسمی رو نداره، official status رو نداره. پس از این نظر هم foreign language و second language با هم متفاوت هستند. Used within country or not. ما زبان رو داریم یاد میگیریم، زبانی غیر از زبان مادریمون. حالا همین زبانی که داریم یاد میگیریم در اون کشوری که زندگی میکنیم به کار برده میشه یا نمیشه؟ معمولا زبان دوم به کار برده میشه، زبان خارجی نه. ما انگلیسی رو یاد بگیریم، خیلی فرصتی در ایران نداریم که ازش استفاده بکنیم مگر اینکه بریم خارج. ولی اگر یکی در ایران فارسی رو یاد میگیره میتونه در همین کشور از اون استفاده بکنه، پس میتونه اون second language باشه. موقعیت سیاسی و اقتصادی در زندگی اقتصادی ما و سیاسی ما آیا زبان کاربرد داره یا نداره؟ میخوام معامله بکنم، تجارت بکنم، یا فعالیت سیاسی بکنم، میخوام یه سخنرانی سیاسی انجام بدم، آیا اون زبان به کار برده میشه یا نه؟ اگه second language باشه، زبان دوم باشه، این موقعیت رو داره. ما از نظر سیاسی و اقتصادی یک زندگی برای اون زبان میبینیم، برای زبان خارجی اینجور نیست. در آموزش، آیا زبان در آموزش افراد به کار برده میشه؟ میری مدرسه به اون زبان بهت درس میدن، میری مثلا ریاضی میخونی، فیزیک میخونی، شیمی میخونی، به چه زبانی آموزش میدن؟ به زبان خارجی آموزش نمیدن، ولی به زبان دوم این آموزش دیده میشه. پس این هم میتونه یه تفاوتی بین
زبان دوم و زبان خارجی باشه و نهایتاً environmental support، حمایت محیط، یا اون که گفتم در within country، شما در یه شرایطی داری زبانی رو یاد میگیری که محیط بهت کمک میکنه، هر کجا میری زبان رو میشنوی، باید اون زبان رو به کار بگیری و این خودش کمک میکنه که زبان رشد بکنه. اگر اینجوری باشه، محیط کمک بکنه، حمایت بکنه از اون زبان، second language هست، زبان دوم هست، در غیر اون صورت زبان خارجی است. پس ما عنوان فصلمون second language acquisition or learning هست. این تفاوت رو بین second language و foreign language قائل شدیم. حالا بین acquisition و learning، یعنی فراگیری و یادگیری، بین اینها هم ما فرق قائلیم. در اینجا این دوگانگی ها دیده میشه، subconscious or conscious، خودآگاه یا ناخودآگاه. کودک زبان مادری رو فرا میگیره و زبان در او رشد میکنه بدون اینکه کودک آگاهی داشته باشه از اون. همه قواعد زبان رو کودک بلده، به کار میگیره، ولی آگاهانه اون قواعد رو نمیتونه بیان بکنه. یک کودک فعل رو درست مثل فعل به کار میبره، صفت رو به عنوان صفت درست به کار میبره، ولی اگر ازش بپرسی صفت چیه، فعل چیه، خب حالا بعضی وقتا بزرگترها هم نمیتونن جواب بدن. ما بلدیم اینها رو، درستم به کار میبریم، قواعدشون هم بلدیم، ولی آگاه نیستیم از اون چیزی که بلدیم. دانشمون ناخودآگاه هست، subconscious هست. این acquisition، این فراگیری است. ولی برای یادگیری ما حتما آگاهانه توجه میکنیم، میخواهیم یاد بگیریم و یاد میگیریم. حالا در اینجا اگر بخوایم مثال بزنیم، زبان و بازی شطرنج رو در نظر بگیریم. شما هر کودکی رو در نظر بگیرید که در یک محیط مناسبی رشد میکنه، زبان رو میشنوه، زبان یاد میگیره، زبان باز میکنه، صحبت میکنه. ولی هیچ کودکی تا بهش یاد ندادند بازی شطرنج رو یاد نمیگیره. رشد زبان به صورت طبیعی هست، هر کودکی به طور طبیعی اون زبان رو در خودش رشد میده و خیلی راحت هم به کار میگیره. ولی هیچ کس به طور طبیعی شطرنج باز نمیشه. برای این باید حتما آموزش باشه، باید یک کسی بهش یاد بده، او هم یاد بگیره. این میشه یادگیری. ما شطرنج رو یاد میگیریم ولی زبان رو فرا میگیریم. پس این تفاوت رو میبینیم بین فراگیری و یادگیری. و حالا اون مثالی که زدم در اینجا مشخص میشه، زبان آموزش داده نمیشه. ما نمیاییم کلاس بذاریم برای کودک، آموزش بدیم، ببین این فعل، این صفت، اینجوری بگو، اینجوری نگو. اصلا این آموزش ها مطرح نیست. ولی در مورد شطرنج چرا؟ باید دقیقا به کودک یاد بدی که هر مهره ای چجوری حرکت میکنه و چه قواعدی داریم در اینجا. پس یه تفاوت دیگه که میبینیم بین فراگیری و یادگیری اینه.
فراگیری بدون آموزش هست، بدون معلم هست. یادگیری معلم میخواد، آموزش میخواد. در فراگیری بیشتر توجه ما به معنا هست. ما در ارتباطات خودمون میخواییم ببینیم که پیام چی هست، چه پیامی رو گوینده میخواد به شنونده منتقل بکنه. هدف ما دریافت اون معنا، دریافت اون پیام هست. به فرم زیاد دقت نمی کنیم که این جمله رو چجوری ساخت، شکلش چجوری بود. پس این تفاوت هم هست. در یادگیری ما به فرم توجه می کنیم، ولی اکوزیشن به معنا توجه می کنه. Natural, not natural، این رو هم خب قبلا گفتیم. به طور طبیعی کودک زبان رو یاد میگیره، ولی به طور طبیعی شطرنج یاد گرفته نمیشه. پس زبان فرا گرفته میشه، ولی شطرنج یاد گرفته میشه. Undirected, directed. خب ما در مورد رشد زبانی کودک نمیاییم برنامه ریزی بکنیم، بگیم که خب از اینجا شروع میکنیم به اینجا ختم میشه، اول اینها رو باید یاد بگیره بعد بره سراغ چیزایی دیگه. ولی در یادگیری یه همچی چیزی هست. ما آغازی داریم، بعد یک هدفی داریم، میخواییم به اون هدف برسیم، بعد برنامه ریزی میکنیم که چجوری تیکه تیکه اینها رو یاد بدیم و یادگیرنده یاد بگیره تا به اون هدف نهایی برسه. پس این acquisition undirected هست، ولی learning directed هست. در این یادگیری ما هدایت میکنیم، مسیر رو نشون میدیم، برنامه داریم. ولی در فراگیری برنامه تو ذهن خود کودک است. برنامه ریزی قبلا شده به کامپیوترش و اون کامپیوترش داره کار میکنه. نهایتا میرسیم به این که فراگیری غیر رسمی است، اینفورمال هست، ولی یادگیری فورمال هست. یه شرایط رسمی میخواد، یه معلم باشه، یه شاگرد باشه، بشینن معلم درس بده، شاگردم یاد بگیره. خب یک استراحتی بکنیم، برگردیم.